مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه با حضور ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. رویترز در گزارشی با عنوان از فیفا درخواست شده با ممنوعیت حضور زنان در استادیوم ها در ایران مبارزه کند می نویسد یک ایرانی علاقه به فوتبال از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواسته است در مسابقات جام جهانی در روسیه بر کشورش فشار بیاورد تا ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها را لغو کند مریم قشقایی امیدوار است جام جهانی باعث شود پتیشن آنلاینی که او قرار است به جیوان اینفانتینو رئیس فیفا ارائه بدهد مورد استقبال بیشتری قرار بگیرد برای این پتیشن انتظار می رود 100 هزار امضا جمع وری شود خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان ایران نمایش عمومی جام جهانی را ممنوع کرده است می نویسد مقامات در تهران برنامه های نمایش عمومی مسابقه ایران و مراکش در سالن های ورزشی و پارک ها را لغو کردند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری در جهان است که اجازه نمی دهد. زنان و مردان طرفدار فوتبال در اماکن عمومی گرده هم آمده و مسابقات جام جهانی فوتبال را تماشا کنند. ملیسا اتحاد در گزارش در لس آنجلس تایمز با عنوان جام جهانی برای جامعه ایرانی آمریکایی چیزی بسیار فراتر از مسابقات فوتبال است می نویسد جام جهانی برای بسیاری فرصتی است تا سیاست را کنار گذاشته و زیر چتر دیپلماسی ورزشی کنار هم قرار بگیرند برای ایرانی آمریکایی های لس آنجلس که بخشی از جامعه بزرگ ایرانی های خارج از ایران را تشکیل می بازی ایران و مراکش چنین فرصتی را فراهم کرده است آنها قصد دارند در کافه ها و بارها با بازیکنان محبوبشان را تشویق کنند. جیکاب بوگیگ در یادداشتی در واشنگتن پست با اشاره به وضعیت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست در تهران در ایامی که در ایران زندانی شده بود زیر عنوان ایران 544 روز او را حبس کرد حالا او تیمش را در جام جهانی تشویق میکند می نویسد جیسون و دوست دیرینش یک سال و نیم پس از آن روزها برای تماشای بازی ایران و مراکش در آمریکا یک گرد همایی ترتیب دادند الی روزنبرگ در تحلیلی در واشنگتن پست با عنوان پوتین امیدوار بود میزبانیش در جام جهانی موجب بهبود روابط با غرب شود در عوض اوضاع بدتر شد می نویسد سال 2010 وقتی اعلام شد روسیه میزبانی جام جهانی 2018 را بر عهده خواهد داشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حال خوبی داشت هرچند روسیه در بازی افتتاحی عربستان را 5 بر صفر شکست داد اما مسکو پس از تنش بر سر الحاق کریمه حضور نظامی در سوریه مداخله در انتخابات آمریکا و اروپا اتهام مصموم کردن یک جاسوس در بریتانیا به لحاظ بین المللی بیش از هر زمانی طی دهه گذشته در انزوا قرار دارد.